حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب هاشمیان، سپاس از همراهیتون. نتانیاهو از آغاز مرحله دوم جنگ، حمله زمینی به غزه خبر داده. در ساعات اخیر خبرها و گزارش‌ها حاکی از گسترش نبرد در میدان نیست، در مشخصا خاک غزه. علت تعلل، تعلیق صورت گرفته چیه؟ ناشی از چیه؟ خب عوامل مختلفی وجود داره. یکیش میتونه مذاکرات مربوط به گروگان‌ها باشه و تبلیغاتی که الان حماس بر سر گروگان‌ها داره انجام میده. امروز چند مقام حماسی در این زمینه صحبت کردن، تظاهراتی هم در داخل تل آویو و شهرهای اسرائیل بر سر این قضیه است. مسئله دوم موانع خود جنگی در داخل غزه است که ممکنه اون طور که ارتش اسرائیل انتظار میره این مراحل به سادگی انجام نشه و در واقع به شکل خطا و آزمایش داره پیش میبره. لذا الان این موضوع رو به این شکل مطرح کردن، بسیار بسیار محتاطانه مطرح کردن. صحبت از یک حمله زمینی گسترده انجام نمیگیره، منتها الان وارد مرحله دوم شده و این صحبت از مرحله دوم خیلی مهمه، چون که این جنگ مراحل دیگه ای داره، احتمالاً به مرحله سوم و مرحله چهارم میرسه. جزئیات تمام این مراحل هنوز مشخص نیست، ولی اون چه که پیداست این که یک سر این مراحل به جنگ هوایی و زمینی که الان جاریه و یک سر اون به تغییرات ژئوپلیتیک و تغییرات سیاسی که ممکنه کل شکل منطقه رو تغییر بده و یکی از این نتایج اون میتونه این باشه که موضوع تشکیل دو دولت در واقع که الان مطرحه به طور کلی از بین بره، چون که اگر نتیجه این جنگ با تمام مراحلش در واقع این باشه که اسرائیل بتونه به شکل کامل غزه رو تصرف کنه، هیچ وقت غزه رو در اختیار فلسطینی‌ها نخواهد داد. آقای هاشمیان، بنیامین نتانیاهو گفته که مطمئن نیست در حمله هفتم اکتبر ایران نقش داشته باشه، اما بدون جمهوری اسلامی حماسی وجود نداشت، در صورتی که میدونیم مقر سیاسی دفتر حماس قطر و ترکیه است. تحلیلتون از صحبت‌های اخیرش چیه؟ کوتاه بفرمایید. به جمهوری اسلامی اثر انگشتش همه جا هست. همین الان در واقع در قنیطره که درگیری هستش، نیروهای در واقع نیابتی رو منتقل کردن از جنوب دمشق در سید زینب به قنیطره منتقل کردن. در کل مرزهای سوریه و عراق نیروهای جدیدی حتی در بخش موشکی و در بخش توپخانه‌ای وجود داره. در جبهه لبنان هم دیدیم که امروز برای اولین بار حزب الله موشک‌های زمین به هوا پرتاب کرد و در مقابل اسرائیل برای اولین بار در عمق 25 کیلومتری لبنان عملیات انجام. سپاس از شما حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن.